انجمن آثار هنری ابداع لبنان با برگزاری نمایشگاهی از شرکت کنندگان مسابقه هنر عاشورایی که در ماه‌های محرم و صفر برگزار شد تجلیل کرد. این مراسم با تلاوت قرآن کریم آغاز شد و پس از آن شیخ یاسر فلحه از مبلغان فعال منطقه نبتیه به سخنرانی پرداخت و در آن بر اهمیت برگزاری نظیر چنین نمایشگاهی تأکید کرد و گفت: هنر فطرت انسانی را حکایت می کند. با هنر می توانیم پیام خداوند را منتقل کنیم. برای اولین بار یک رمان گرافیکی ساخته شده با کمک هوش مصنوعی مالکیت معنوی آمریکا را دریافت کرد. کریس کاشتانوا از آمریکا این رمان گرافیکی را با استفاده از سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی ساخته است. گروهی از نمایندگان مرکز ارتباطات بین‌المللی و رسانه حرم امام حسین علیه السلام با پاپ فرانسیس دیدار کردند. در این دیدار که 29 سپتامبر در واتیکان انجام شد، نمایندگان حرم حسینی پرچم حرم امام حسین علیه السلام را به عنوان نمادی از پیام صلح و انسانیت به پاپ عرضه کردند و در مقابل پاپ فرانسیس مراتب قدردانی و شادمانی خود را ابراز داشت. وبسایت زوایا در صفحه انگلیسی خود گزارشی درباره فرودگاه بین‌المللی شهر مقدس کربلا که قرار است فاز اول آن اواخر سال 2023 میلادی افتتاح شود منتشر کرده و به تعریف و تمجید از این پروژه عظیم پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده: پروژه فرودگاه بین‌المللی کربلا بعد از پایان یافتن 4 فاز آن گنجایش استقبال از 20 میلیون مسافر را خواهد داشت. گفته می شود که هزینه ساخت این فرودگاه بیش از 3 میلیارد دلار خواهد بود. مؤسسه خیریه فعل الخیرات از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی دامزله در کشور نیجر در جدیدترین اقدام بشر دوستانه و نیکوکارانه خود به توزیع بسته های غذایی اقدام ورزید. در این اقدام ده‌ها بسته معیشتی شامل برخی مواد غذایی ضروری مانند برنج و روغن در میان خانواده‌های نیازمند شیعه در شهر نیامی توزیع گردید.